مهمانان امشب افق خانم شیرین نریمان، زندانی سیاسی سابق، فعال حقوق بشر و هوادار سازمان مجاهدین خلق در استودیو، و آقای دکتر علیرضا نامور حقیقی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی از تورنتو. درود به هر دو شما، به افق خوش آمدید. خانم نریمان، بشنویم از این تظاهرات و گردهمایی که شما چندین ماه تلاش میکنید انجام بدید و امروز به نظر میاد که گروه کثیری در برابر کاخ سفید جمع شدن. هدف چیست؟ انتظار دارید که از اجلاس نشست آقای اوباما و آقای مالکی چه نتیجه‌ای به نفع شما بیرون بیاد؟ اولا با تشکر از شما که این اجازه رو دادین که من اینجا باشم. من در از ساعت 7 صبح خودم در محل بودم و الان اومدم اینجا. زمانی که اومدم واقعا میتونم بگم هزاران نفر در اونجا حضور داشتن. اینها ایرانیان و آزاده خواهای هستن، انسان هایی هستن که زندگی 3400 نفر برایشون مهم هستش. حضور دارن در مقابل کاخ سفید در روزی که پرزیدنت اوباما با آقای مالکی ملاقات میکنه و خواسته شون این هستش که جان ساکنین کمپ اشرف حفظ بشه. مهمترینش این هستش که حفاظت اونها رو دولت آمریکا در سال 2003 به تک تک این افراد تعهد داده که در هر جای عراق که باشن جان اینها رو حفظ میکنه، و تا الان از نظر من 50 بار هستش که زیر قولش زده و 50 بار 50 نفر تا به الان توسط دولت عراق از سال 2009 و در حمله اخیرشون در 8 آپریل امسال بیش از 36 نفر کشته شدن در عرض 2 ساعت. بنابراین خطر جدی هستش. این اتفاقات قبلا افتاده. 3400 نفر ممکن جشن از دست بدن. شما میخواین طرف شما دولت عراق، دولت عراق یه دولت مستقله، حالا با هر مشکلاتی که ممکنه داشته باشه، مسائلی که با کشورهای همسایه جمله ایران داره، ولی دولت مستقل. هدف شما اینه که آیا این در واقع انتظاری که از آقای مالکی دارید این هست که این ضرب العجل و این مهلت 31 دسامبر رو تمدید بکنن؟ دقیقاً هدف ببین، بله، به خاطر اینکه این هدف، این تاریخی که گذاشتن اصلا هیچ پایه خاصی نداره. اینو فقط به خاطر اینکه از ایران به آقای مالکی خواسته شده، ازش خواسته شده که حتما کمپ باید 31 دسامبر بسته بشه، میخواد ببنده، ولی در این حال کارشکنی میکنه. مثلا کمیساریای عالی از سپتامبر امسال به تک تک این افراد پناهندگی داده، و وقتی که میخواد وارد حتی کمپ اشرف بشه اجازه نمیده دولت عراق که این هیئت ها وارد کمپ اشرف بشن، و در نتیجه کار رسیدگی به پرونده تک تک ساکنین اشرف همینجوری روی میز مونده. در اجازه نمیدن که به خاطر اینکه اصلا قصدشون حتی این نیستش که این افراد، خاصه رژیم جمهوری اسلامی این نیستش که این افراد به کشورهای دیگه منتقل بشه. خاصه اینها این هستش که این 3400 نفر کاملا کشته بشن. 3400 نفر که 1000 نفر اونها رو زنان و بچه‌ها تشکیل میدن. ببینین، حتی نیستش که حدود آماری که هست حدود 900 نفر از اینها ببخشیم تابعیت کشورهای خارجی رو دارن. صحبت از این هست که حدود 1000 نفرشون حتی تصمیم گرفتن برگردن به ایران. این خبر خبری که اصلا تایید شده نیستش. این خبری که رژیم اتفاقا خیلی داره توش کار میکنه که میخوان برگردن ایران. ببینید، گزارش سازمان ملل هم که بسیار از اینها صحبت از این کردن که حاضر ولی هیچ مدرک، یعنی حتی نمیدن بگن که مثلا بخوان یه لیستی چیزی بدن. ببینید، مهم اصلا مهم نیست. مهم اینه که این 3400 نفر زندگیشون، جونشون، کسایی هستن که 3400 نفر این که تنها گناهشونه که تمام زندگیشون رو، جونشون، مالشون، همه چیزشون در اختیار یک چیز دشمنه که مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی و خواستار تغییر رژیم جمهوری اسلامی هستن. همه چیزشون هم گشتن کف دستشون. 36 نفرشون توی آپریل کشته شدن. الان هم همین چیزی که نماینده پارلمان عراق خودشون گفتن در یک کنفرانس مطبوعاتی که در بغداد داشتن، گفتن که اینها میخوان، دولت عراق در حال حاضر میخواد تک تک این آدما رو از توی کمپ بیاره و به نقاط نامعلوم منتقل بکنه. این چیزی که خود پارلمان، نمایندگان پارلمان خود عراق دارن میگن. پس یک دسیسه ای در کار هستش، یک زمین سازی، زمین چینی هستش برای کشتار 3400 انسان بیگناه که تنها خواستشون، بله، اینا کسی هستن که از روز اول 33 ساله میگن مرگ بر خمینی، مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی، ایستادن و تا آخرش هم نیستن. آقای حقیقی، بشنویم آقای نامور حقیقی نظر شما رو که آیا فکر میکنید با تمدید مهلت این 31 دسامبر، اگر 6 ماه احیانا مهلت بدن، حالا یا کمتر یا بیشتر، این مسئله به نظر شما حل خواهد شد، مشکل اردوگاه اشرف در عراق؟ ببینید، دو تا موضوع هست اینجا که نباید با هم چیز کردی که وضعیت به هر حال 3400 نفر
از افرادی هست که همونجور که خانم فرمودن به هر حال یه آرمانایی داشتن و منافع مادی خودشون رو گذاشتن کنار در راه آرمان‌ها مبارزه کردن. ولی مسئله اساسی مسئله چیز دیگه است. باید پدید اشرف رو توی بستر دیگه فرض کرد. یعنی فرض کنید دولت عراق 6 ماه دیگه هم تمدید کنه. به هر حال باید اینا از عراق خارج بشن و خروج اینا نشانگر اون شکست استراتژی است که مطرح می‌کرد ما به بغداد می‌ریم، به عراق می‌ریم برای که به ایران بریم. در حقیقت اون پایان اون استراتژی است. من فکر می‌کنم باید اون رو تو دو تا زمین نگاه کنید. ببینید پدیده اشرف، اردوگاه اشرف پیوند خورده با تئوری ارتش آزادی بخش و مسئله اشرف رو با تو بک‌گراند دیدید که سازمان مجاهدین در گفتار سیاسیش ایجاد کرد و دوم در مرحله بعدی بسیار اگر شما دقت کنید از موقعی که تشکیل شده حتی از پنجاب این بر محاسبات غلط، پیشبینی‌های غلط و موارد زیادی که در همه اون حوزه‌های سیاسی اون چیزایی که پیشبینی کردن شکست می‌خوردن. این محاسبات غلط که می‌فرمایید چه هستش آقای حقیقی؟ محاسبات غلط حالا بله الان یکیش بگم بعد اونم محاسبات. ببین اصل اول سازمان اون چیزی که اگر شما تمام روزنامه‌هاشون نگاه کنید در اول انقلاب برخلاف اون چیزی که خانم گفتن اصل اساسی این بود که ما به عنوان یک عنصر مجاهد باید با امپریالیسم آمریکا مبارزه کنیم. ببینید اولینش من بخواد بخونم براتون اینه. این شماره 4 مجاهده براتون فرستادم میتونید نشون بدید. بدیهیست که برای سازمان‌های انقلابی که از چندین سال پیش دست به نبرد قهرآمیز و مسلحانه علیه رژیم و حامیان امپریالیستیش زده بودن نوع رابطه با آمریکا به طور عینی و علمی روشن بود. حتی بسیاری از عملیات انقلابی مستقیما بر علیه آمریکایی‌های جنایتکار بود. من باب مثال ترور جنرال پرایس، سرهنگ هاوکینز و به طور کلی سنت انقلابی اعدام جلادان آمریکایی و انفجار تأسیسات آمریکایی که مبتکر و مجری آن هم عمده مجاهدین خلق بودند از افتخارات جنبش انقلابی ایران در سالهای سکوت و خفقان محسوب می‌شود. تئوری سازمان این هست که شما فقط در مقابله با امپریالیسم شاخص انقلابی و غیر انقلابی بودن هست، نه مبارزه با جمهوری اسلامی. این نکته اول قضیه. نکته دوم اگر دقت کرده باشید سازمان معتقده که این مبارزه با امپریالیسم خونبار هست. یعنی اینجوری نیست که بنابراین اون بحث سازش و مذاکره به عنوان نقطه مقابل بود با سازمان مجاهدین. شما ببینید اینجا این آقای رجبی در گرد همایش در انتخابات ریاست جمهوری میگه من میخوام ریاست جمهور بشم که با سیاست‌های مبارزه با امپریالیسم و سیاست‌های حقوق بشریش، یعنی همه اینا به عنوان یک دستور کار بوده برای تعیین و بروز جریان انقلابی. مضافاً برای این اگر شما دقت کرده باشید حمایت اونها از آیت الله خمینی در مقطع‌های مختلف برای این بوده که علی آقای خمینی در ارتباط با مقابله با امپریالیسم و صهیونیسم هست، که اگر شما ملاقات‌های متعددی که آقای رجبی داشتن با جنبش آزادی بخش با این تایید کرده. موقعی که سفارت آمریکا دست گرفته میشه شور امپریالیستی خلق قل قهرمان ایران خروشان باد، مقر سفارت مقر CIA، یعنی سفارت هم نمیگن مقر CIA، و بعدن هم اضافه میکنن که موقعی که ایروگان آزاد میشن دولت ایران رو به عنوان سازشکار دقیقاً میگن چرا گروگان‌های آمریکایی محاکمه نشدن. اینا اون بک‌گراند است که ولی به تدریج شما می‌بینید این شعار مقابل با امپریالیسم که به عنوان شاخصی است که اصلا انقلابی و غیر انقلابی شناخته میشه از اینها محو میشه. حالا این پس بحث شعاراست. اما در مورد دوم هم این که دراماتیزه میکنن. ببینید شما آیت الله خمینی سمبل شرف و مردانگی است. مجاهد شماره 1 رو نگاه کنید، آقای خمینی سمبل شرفه که هر چند قرن یک نفر اینجوری میتونه به دنیا بیاد و مجاهدین بعد از اشغال سفارت گفتن ما همه نیروهامون در اختیار شماست برای مقابله با امپریالیسم صهیونیست. این تلگرافشونه به آیت الله خمینی اگه میخواید من بخونم. آقای حقیقی برمیگردیم محاسبات غلط من تونتون بدم برای شما. ببینید محاسبه غلطشون این بود که اگر اعلام جنگ مسلحانه بکنن اونم در زمانی که عراق به خاک ایران تجاوز کرده بود و بخش‌های زیادی از خاک ایران در دست اونا بود، اینها با توجه به پیوندی که با بنی صدر پیدا کرده بودند و به هر حال احتمال نارضایتی که می‌دیدند می‌گفتند که مردم از ما حمایت می‌کنند. این شکست خورد. در مرحله دوم فکر می‌کردند که اگر آیت الله خمینی صلح بکنه با عراق
این در حقیقت پایان جمهوری اسلامی است. به خاطر همین هم فکر می‌کردن که صلح با عراق پایان نظام خواهد بود که این اتفاق نیفتاد. دومی که گفتن که ما به عراق میریم برای اینکه به تهران بریم. در حقیقت مسیر آیت الله خمینی رو وارونه بود. اگر آیت خمینی از بغداد به پاریس مده و تهران رفت، اینا گفتن ما از پاریس میریم به بغداد و بعد به تهران میریم. محاسبه بعدشون مرگ آیت الله خمینی بود. شما همه مجاهدان این بوده که این نظام فقط در خمینی خلاصه شده و از خمینی نظام نمی‌تونه بود. بعدن مهمترین اشتباه سازمان که این به هر حال مهم هست اینه که سازمان در مورد حمله آمریکا به عراق در سال 91 اشتباه محاسباتی کرد. اگر سازمان تدبیر سیاسی داشت همون موقع نیروهاشو خارج میکرد از عراق. به هر حال از سال 91 سازمان عملا زمینگیر شد به خاطر اینکه بعد از اون صدام به اونا حتی اجازه عملیات نظامی هم نداد و بعدم شما محاسبه غلطشون در سال 67 هم بود که فکر کردن با صلح ایران و عراق میتونن با عملیات نظامی برن جلو که اونم شکست خوردن. آقای حقیقی تو همینجا نگرد چون آره این بحث طولانی برمیگردیم که بخش دیگه شروع میکنم. خانم میدونم که نکته زیاد دارید ولی اینکه بحث دوباره برگردیم ترین کانون اساسی این که اون نگاهی که آقای حقیقی دارن که اردوگاه اشرف ماهیتش تغییر میکنه در طول از 86 به این طرف کاربردهای دیگری داشته از ابتدا به در طول زمان کاربردش تغییر میکنه، چگونه این قابل توجیه است با توجه به این اشتباهاتی که به زعم آقای حقیقی سازمان انجام میده؟ اولا که آقای حقیقی یه سری از دروغایی که در رژیم جمهوری اسلامی تکرار میکنن میگن مرتب تکرار میکنن که البته من زیادم درش هیچ مسئله ندارم که ایشون خودش مشاور وزیر ارشاد جمهوری اسلامی بوده، خب من توقعی بیشتر از این از ایشون ندارم، ولی در رابطه با مجاهدین ختمش مجاهدین ایشون باید برن با خود سازمان مجاهدین صحبت بکنن. من هوادار سازمان مجاهدین هستم و امروز بحثم بحث حمایت و حفاظت از ساکنین شهر اشرف هستش. حالا ببینید اگر این سازمان هیچ کارایی نداشت، اولا که 120 هزار نفر رو این رژیم جمهوری اسلامی، من خودم تو زندان ها بودم دیدم، از بچه 13 ساله اعدام کرده، دیدم زن حامله اعدام کرده، دیدم مادر 60 ساله اعدام کرده و صدای همه شون رو شنیدیم. پس اینها این 120 هزار نفر نشونه این هستش که مجاهدین در کجا بودن. اگه مجاهدین هیچی نیستن چرا رژیم جمهوری اسلامی در حال حاضر داره خودشون میکشه و به مالکی داره فشار میره و دستور میده که باید این کمپ بسته بشه. ببینید تا قبل از 2009 بسیاری از جوانان ایران که از میخوان مبارزه بر علیه رژیم جمهوری اسلامی بکنن به کمپ اشرف پیوستند. از سال 2003 مجاهدین اسلحه ندارن، پس چرا انقدر رژیم جمهوری اسلامی از اینها میترسه؟ من فقط یه چیزی بهتون میگم، یک روز لاجوردی در زندان اوین و اون کسایی که با من بودن و زنده بودن زنده هستن و میدونن که اومد و به تک تک ما گفتش که ما از تک تک شماها میترسیم. من موقعی دختر 16 ساله بودم، گفت از تک تک شماها میترسیم و تا زمانی که مطمئن نشیم تک تک شماها کشته شدین از پا نمیستیم. این دقیقاً حرف لاجوردی خامنه ای الان و امروز کمپ اشرف که از 3400 نفر که به قول آقای حقیقی هیچی نیستن، همسرشون هم تغییر کرده، ولی باز هم وحشت داره و این رژیم هستش که میخواد پشت این هستش که بسته بشه. پرسش در واقع اینه که آیا مسئله اردوگاه اشرف نگرانی حقوق بشری برای سازمان مجاهدین یا اینکه نه بحث بر سر حفظ یک کانون مبارزه است، اون چیزی که در نگاه سازمان وجود داره، کدومی که از این؟ چون هر دو این دو تا رو به نظر نمیرسه. اگر نگرانی بر سر این باشه که نگران حقوقشون حقوق انسانیشون هستش، 36 نفر رو کوچکترینش فائزه رجبی بود، پدرش در سال 2008 توسط رژیم جمهوری اسلامی اعدام شد، خودش و خواهرش و مادرش و پدرش برادرش پیوستن به کمپ اشرف پناه آوردن. فائزه رجبی تازه 19 ساله شده بود که روز 8 آوریل به دست نیروهای عراقی کشته شد. الان خواهر اون شقایق 15 ساله در کمپ اشرف هستش و برای خانم کلینتون نامه نوشته و ازش خواهش کرده که جون منو حفظ کن. اول از همه خانم رجبی چند تا 5 تا راه حل ارائه میکنه برای اینکه چطوری از وضعیت بنبست موجود خارج بشیم. یکی دو موردش این هست که هر گونه جابجایی اجباری در داخل عراق باید کنار گذاشته شود و ضرب العجل سرکوبگرانه پایان 2011 بایستی تا خاتمه کار کمیساریا و انتقال همه ساکنان به کشورهای ثالث لغو شود. یعنی که اصلا صحبت تمدید چند ماه هم نیست. صحبت از این میکنن که این ممکنه که ماها شاید حتی سالها درازا بکشه. این بر اساس این هستش که خود آقای کوبلر الان خودتون هم نشون دادین. در روز 7 دسامبر اومد اعلام کرد که کمیساریای عالی و من ترجمه‌اش رو می‌خونم که به وقت
بیشتری برای رسیدگی به وضعیت پناهندگی ساکنین اشرف نیاز دارد. شما 3400 نفر پناهندند، 900 تاشون که کوبل میگه صحبت از یک مهلت 6 ماه است. باشه، همون 6 ماه هم کافیه. خانم رجوی هم همین رو دارن میگن. این هم صحبت از زمان مشخصی نمیکنه. از خب زمان مثلا هر وقت که الان که دیگه حاضر شدن اومدن، کمیسر عالی خودش وارد جریان شده، برای اینکه میدونه که یک فاجعه انسانی در وقوع، در شرف وقوع هستش و ممکنه هر لحظه اتفاق بیفته. خود آقای بانکیمون همین هفته دسامبر اومد صحبت کرد و گفت اصلا این واقعی نیستش، این ضرب العجلی که ساخته به سلام مالکی باهاش جلو اومده. ما وقت میخوایم که تک تک این افراد مسئلهشون رسیدگی کنیم. در این حال آقای بانکیمون در این حال که انتقاد میکنه به دولت عراق، به رهبری مجاهدین هم ازشون میخواد که همکاری بیشتر نشون بدن. فهم کنید انتقاد کجاست؟ یعنی کجاست که سازمان همکاری لازم رو ظاهرا نشون نمیده؟ من فهم کنم اتفاقا سازمان مجاهدین کاملا دارن همکاری میکنن. من خودم میتونم از همین واشنگتن بهتون بگم از کارهایی که داره انجام میشه، ملاقات های هر روزه که ما داریم و هر روزه به ما گفته میشه که دولت عراق اجازه نمیده حتی هیئت کمیسری عالی وارد کمپ اشرف بشه. اینجا خانواده های اشرف که برادرشون، خواهرشون، فرزندانشون در کمپ اشرف هستن مراجعه کردن، حتی از این که بتونن خبرشون رو بگیرن. ببینید آقای دخانبور، یکی از زنان مجاهد خانم زهره مهرصفت 2 ماه پیش بر اثر ناراحتی قلبی که به خاطر نرسیدن مداوا دوا درمان درگذشت. جنازه اون رو به تنها برادرش، تنها کسی که زنده هستش و در آمریکا هستش، تحویل نمیدن، میخوان برگردونن ایران. شما فقط ببینید که چه اتفاقایی داره میگذره اونجا. آقای حقیقی، بشنویم نظر شما رو و اینکه اون یکی از پیشنهادهایی که خانم رجوی مطرح میکنین هست که حفاظت ساکنان اشرف با نیروهای کلاه آبی و استقرار ناظران ملل متحد تا انتقال آخرین نفر به کشور سالس از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد باید تضمین شه. فکر میکنین خواستها کمک میکنه به حل مسئله یا قضیه رو ممکنه بغرنج بکنه بیشتر؟ خب اول آقای دقانپور، شما در توضیح وقت عادلانه رفتار نکردید. حالا مهم است. ببینید اولا این خانم، من انتظار نداشتم شما قرار بود بحث شخصی نشه، میخواد تو من بحث شخصی بکنم. ببینید ایشون فهمودن که من دارم دروغای جمهوری اسلامی تکرار میکنم. همه اون چیزایی که من خوندم مجاهداش اینجاست، ایمیل هم کردم، همه اونهایی که من گفتم. این در مورد اشغال سفارت، این در مورد سرهنگای آمریکایی است. بفرمایید ایشون که یک دونه از این حرفایی که من زدم دروغ بوده. عین حرفای این، حتی این مجاهدی است که مال چند ماه پیش نوشته زنده باد ارتش آزادی بخش، یعنی این که سازمان راه حل مسلحانه رو به عنوان راه حل خودش داره مطرح میکنه. این نکته اول از یه. دومی که بنده مشاور وزارت ارشاد نشدم، شما وقتی خبر رو اینترنتتون میخونید یه کمی درست چک کنید. نکته دوم. نکته سوم، ببینید من گفتم که وضعیت اشرف مسئولیتش با قدرت‌هایی است که این وضعیت رو ایجاد کردن، یعنی استراتژی غلط سازمان که فکر کرد که با وحدت با صدام حسین و حضور در عراق میتونه با تئوری ارتش آزادی بخش ایران آزاد کنه. درسته؟ شما نمیتونید بگید این تئوری شکست نخورده، برای که عملا شکست خورده. شما یه جریاناتی که فیلماشو نگاه کنید، 10 سال پیش هلیکوپتر داشتن، تانک داشتن، زنان تانک سوار داشتن، الان دست خالی تو اردوگاه هستن. پس اون استراتژی ارتش شکست خورده. این نکته اول قضیه. نکته دومی که در مورد این مسئله ریاکاری قدرت‌های غربی و آمریکایی‌ها به ویژه و انگلستان خیلی نقش موثری داره. خود خانم معنی اشاره کردن که 50 بار آمریکا خلف وعده کرده. ببینید آمریکایی‌ها اومدن و انگلستان و بخشی از قدرت‌های غربی یک کشوری رو اشغال کردن، گرفتن. طبیعیه که مسئولیت اون مسئله که پیش میاد به اوناست. اونها در طول 9 سال میتونستن این نیروها رو به آمریکا و اروپا ببرن، مضافاً برای اینکه بعضی از اینا پاسپورت داشتن، پاسپورت اروپایی داشتن، ولی به اینان اجازه ندادن برن. حتی بعضی از اینا زخمی بودن یا حتی معالجه داشتن، مریض بودن، سرطان داشتن، به اینا اجازه ندادن که به این کشورها برن. پس جای اینکه این موضوع رو بپیچونن، باید تیغ حملهشون رو برگردونن به دولت‌های غربی که این مسئله رو وجود آوردن. این نکته اول قضیه به نظر من. نکته دوم، ببینید شما اینجوری نگاه کنید، سازمان مجاهدین رفته برای اینکه از طریق عراق با صدام حسین وحدت کنه. شما ببینید صدام حسین رو اولین کسی که در دنیا تشخیص داد که نیروی خطرناکی است برای صلح منطقه شاه بود، و شاه بود که به خاطر مقابله با صدام اون سلاح‌ها رو خرید،
در موقعی که شاه تشخیص خطر صدام داد، نه آمریکایی‌ها دادن، نه اسرائیلی‌ها دادن، نه حتی روحانیون انقلابی که موقع در عراق بودن و بقیه نیروهای انقلابی. خود مجاهدین خلق موقعی که جزایر رو شاه گرفت، حمله کردن به شاه و گفتن این به عنوان نوکر امپریالیسم اومده جزایر سگانه رو گرفته در حمایت از عراق، بیانیه دادن و کتاب دادن. اینا هست، اگه می‌خواد این کتابش هم هست من نشونتون بدم، الان تو کامپیوترم اینجا هست. نکته بعدی این که وقتی که اومدن اونجا متوجه نشدن که آقا ایرانی‌ها حتی اگر مخالف رژیم باشن، حتی اگر غیر مذهبی باشن، یک حس ناسیونالیسم دارن که این ناسیونالیسم مخالفت میکنه با وحدت اونا با صدام حسین. خب این وحدت انجام دادن، اونجا رفتن تو اون خاک، هلیکوپتر گرفتن، تانک گرفتن، منابع مالی گرفتن. به هر حال در خود اینها موقعی که صدام حسین به ایران حمله کرد، دولت عراق رو فاشیستین اعلام کردن. شما با چجوری میشه بر مبنای اصول مجاهدین که من خوندم برای شما، این مجاهد است که انقلابی کیه که مقابله با امپریالیسم و صدام حسین عامل ارتجاع و فاشیسم نیستن، با این وحدت کنید، با شاخصهای حقوق بشر سازمان ملل و شاخصهای وزارت خارجه آمریکا، صدام حسین رو با هر شاخصی بگیرید، شاخصهایی که اینا به عنوان اصول رزم و فدا براش حمله میکنن، بدتر از جمهوری اسلامیه. پس شما رفتید با اون وحدت که در جمهوری اسلامی، حالا در طول زمان همه محاسبات اشتباه بود. مهمترین اشتباه محاسبات چی بوده؟ که آقا اینا فکر نمیکردن آمریکا به عراق حمله کنه در 91، در 2002 هم همینجور. خب میتونستن نیروهاشون رو خارج کنن. این اشتباه محاسباتی رو شما نمیتونید مطرح کنید جواب ندید. یعنی شما اگر دید، شما این خانم همه انتقاداتی میکنن درست ممکنه باشه، اما این دیدگاه انتقادی رو در مورد این برام باید اعمال کنید. شما این دیدگاه انتقادی که نیروهایی که اینجوری اخلاص داشتن دنبال آرمانهای جامعه بی طبقه توبودی بودن، سوار قطار غلط کردید. شما وقتی سوار قطار غلط بکنید کسی رو، هرچی هم ایثارگر باشه، هرچی هم انسان خوبی باشه، مسیر